از عشق، از امید، از فردا نمی ترسی، می بوسمت در بین طالب ها نمی ترسی، از امید، از فردا نمی ترسی، می بوسمت در بین طالب ها نمی ترسی. آیا واقعا این زنان نمایندگی از زنان مسلمان افغانستانی می کنند؟ آیا اینها واقعا در پی آزادی هستند؟ شما به کدام حق خودتان را نماینده زنان مسلمان افغانستانی می دانین؟ شما به کدام حق این برهنگی و بیحیایی را آزادی می خوانین؟ این روسپی ها هیچ وقت نمی توانند، هیچ وقت نمی توانند از زنان افغانستان نمایندگی کند، اما می توانند نماینده احمان روسپی های غریبی خودشان باشد. ولی ما به حیث یک زن مسلمان هرگز این اجازه را برای تو نمی دهم که تو بیایی خود را نماینده زن مسلمان می گیری. آیا فکر کردین آزادی همین است؟ آیا فکر کردی همین که به سر و صورت خود برسی و زینت خود را به نمایش برسانی و اندام خود را برهنه کنی و لباس های چسب و تنگ بپوشی، این آزادی است یا بردگی و اسارت یا جهالت و نادانی یا بدحجابی و بی‌حیایی؟ ببینین شما از این موضوع خبر دارین که همین بدحجابی، همین زینت خود را نشان دادن که چه گناهی داره؟ ما بیزار هستیم از چنین زنانی که نام زن مسلمان را به دهنش میاره و بعد میگه من نماینده زن مسلمان افغانستانی هستم. حتی مطمئن باشید روزی برسد که خودتان از خودتان فرار کنین، خودتان از خودتان بیزار شوین، که اکثریتی دیگر کسایی بودن که خودشان را برهنه کردن، بی حیا کردن و خودشان را یک آلی تجارتی قرار دادن، از عزت و آبرو ماندن، از قدرت ماندن، از همه چیز ماندن و حالا حتی به چشم انسان کسی طرفشان نگاه نمیکنه. عواقب شما زنان غریبی هم امین است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این زنان را اهل آتش و جهنمی خوانده است. و بعد پیامبر گرامی میگه که چی بسیار زنانی هستند که در دنیا ظاهرا لباس پوشیدن اما در حقیقت عریان و لچ هستند، مثل اینمی کسایی که خود را نماینده زنان افغانستان میگیره. ببینید کدامشان حجاب اسلامی داره، کدامشان لباس درست داره، همهشان بد حجاب هستند، لباس تنگ برجستگی های بدنشان معلوم میشه، تمام زیب و زینت خود را به نمایش میگذاره، بعد میای و میگه من نماینده هستم و ما یا حمایت میکنیم از زنان مسلمان. تو کی هستی و بر تو کی اینقدر حق داده که تو خود نماینده زن مسلمان بگیری؟ ببینین نماینده زنان مسلمان حضرت عایشه است، حضرت فاطمه است، حضرت خدیجه است، حضرت سمیه است، حضرت آسیه است، حضرت بی بی مریم است، ازواج مطهرات است و کسانی که خادمین این امت بودند و زنانی که قهرمان این امت بودند و هزارات زنان عالمه و فاضله دیگری که از همان صدر اسلام تا حال بوده و هست، نماینده ما زنان مسلمان آنها هستند نه شما. ما زنان مسلمان از نمایندگی شما، از حمایت شما بیزاریم. و فراموش نکنین که همین زنان بدحجاب اینها مبغوزترین بندگان نزد الله سبحانه و تعالی هستند. یکی از سنت های جاهلیت اینمی تبرج بود که در سوره احزاب آیه 33 الله سبحانه و تعالی می فرماید در خانه های خود بمانید، همچون دوران جاهلیت در میان مردم ظاهر نشوید، که زنان او وقت در بازارها و شهرها گشت و گذار بی جای می کردن و تمام زینت خود را به نمایش می گذاشتن. برای ما الله سبحانه و تعالی امر می کنه از این که مانند زنان جاهلیت زینت خود را به نمایش مردان نامحرم بگذاریم. بهتر است که در خانه های ما بشینیم. ما اجازه بیرون از خانه رفتن را داریم، اجازه درس، تعلیم، خرید، فروش، همه چیزها را داریم، ولی در چهار چوکات اسلامی طبق شریعت گفته. و ها برادران و خواهران مسلمانی که همین لحظه ویدیوی مرا میبینن، یادتان نره به اندازه گناه کسی که او را تقلید و یا فریب او را میخورد گناه بر اوست. این حدیث مسلم شریف است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید دعوت کننده به سوی گمراهی علاوه بر گناهان خود در گناهان کسانی که از او پیروی میکنند نیز شریک است، بدون آن که چیزی از گناهان آن کاسته شود. اگر آنها
سخن رکیک و بدر علیه حجاب زنان مسلمان بیان می کنند و می آین حجاب و چادری یک زن مسلمان را به مسخرگی می گیرند و او در برادران و خواهرانی که بعد در زیر ویدیوی آنها می آید و بر آنها کامنت های مثبت می گذاره، آنها را دیگه هم روحیه می دهند و به آنها افتخار می کنند و به مقدسات دینی توهین می کنند. بدانند که در گناه آنها شریک است، بدانند که ایا هم مجرم است، چرا که از مجرم دفاع کرده. چه عجب مردمی ما داریم، هر حالتی که میشه میاین به اسلام توهین میکنن که مسلمانی تو رسی تو رس. خب برادری عزیز، خواهر گرامی، ما نمیتوانیم اعمال یک شخص را، یک شخصی که مسلمان است فساد میکنه، اعمال بد داره، ما نمیتوانیم که اسلامی از او را بد بگیم و اسلامی از او را توهین بکنیم. خب جرم خود شخصا مرتکب میشه. ای که ما مسلمانی درست نباشیم چی رب داره به دین ما؟ ای که یک استاد قدر زحمت کش است، درس میده و تعلیم میکنه برای شاگردانش، میآموزانه و 24 ساعت وقت خود را در آموزش تیر میکنه، ولی یک شاگردی که تنبل است، ولی یک شاگردی که توجه نداره، ولی یک شاگردی که درس نمیخونه، گناه استاد چی است که ما بیایم استادش را دشنام بدهیم؟ امروز من و شما از دین مقدس اسلام چی جور کردیم؟ به هر گناه یک انسان، به هر کار غیر شرعی یک انسان، ما اسلام را توهین بکنیم؟ دین مقدس اسلام را توهین بکنیم؟ حالا ببینین، مثلا انگور بهترین چیز است، بهترین میوه است، از اینکه شراب جور میکنن، یک مواد نشه آور جور میکنن و او حرام است. گناه انگور چی است که ما و شما الله نخواسته از شرابش استفاده بکنیم و ملامت انگور را بسازیم؟ حال یگان کسایی که سختگیری بیش از حد در دین مقدس اسلام میکنن، چی افراط میکنن و یا چی تفریط میکنن؟ این مناسب نیست که ما بیایم دین مقدس اسلام را دشنام بدهیم، توهین بکنیم و بگیم بیزار هستیم از چنین دین، از چنین دینی که مکاتب را بسته، از چنین دینی که زنان را چنین و چنان کرده، از چنین دینی که فلان فلان محرومیت ها را آورده. میدونین این کفر است، این گناه بزرگ است. میگه اسلام نداره به ذات خود هیچ عیبی، هر عیب کس در مسلمانی ماست. آره، هر عیبی را که داریم من و شما مسلمانان داریم. دینی مقدس اسلام نداره. دینی مقدس اسلام به حد دین و پاک و نظیف است و زنان مسلمان شامل میکنه که تو حجاب بپوش، تو با حجاب باش، چرا که ملعون و مورد نفرت الله سبحانه و تعالی قرار نگیری. میگه زنایی که عطر میکنن خودشان را، عطر میزنن، بعد به سرک ها عبور و مرور میکنن و بوی از عطر از یا برای مردان نامحرم میره، به مشامشان میرسه. فرض کنه که زنا کرده، این کار را نکن، حرام است. خب نکنیم. حتی میگه هر زنی که خود را معطر کنه، خوشبو کنه و بعد به مسجد بره و نماز بخونه، نمازش قبول نیست، مگر ای که آثار عطر از وجود خودش دور بسازه. و بعد میگه هر زنی که لباسش را در غیر منزل شوهرش بیرون کنه و برهنه کنه، در بین الله و خودش چی میشه؟ پرده بین خود و اللهش که قرار داره پاره و گشاده میشه. بعد میگه پرده بین خود و اللهش را پاره و گشاده ساخته. دی گناهه دین مقدس اسلام چیست که امروز ما زنی بد حجاب ببینیم، بعد ما بگیم که چه قسم دین است، چه قسم مسلمانی است که تو زنانی بی حیا و روسپی داره. ما نمیتوانیم جرم شخص را، بی حیایی و بد حجابی شخص را به اسلام بدیم، افراط و تفریط شخص را ربط به اسلام بدهیم. زنان بد حجاب اسلحه شیطان هستند که در ترمذی شریف پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید زن عورت پوشیده رو است، به محض خارج شدن شیطان و شیطان صفتان سعی در فریب او را دارند. اگر در خانه باشه و بیرون نیاید به الله سبحانه و تعالی نزدیکتر است. واقعا که واقعیت است. و در اخیر باید بگویم درود بر خواهرانی که حجاب شرعی را مراعات میکنن، درود بر خواهرانی که از این زنان بد حجاب و بی حیا اعلان بیزاری میکنن، درود بر خواهرانی که حجاب خود را در هر حالت حفظ کردن، چون حجاب خود واجب شرعی و عبادت است و رعایت آن موجب اجر و پاداش بزرگی است که این عبادت و اجر بزرگ با پوشیدن او شروع میشه و با کنار گذاشتن آن پایان مییابد. از الله سبحانه و تعالی خواهان ای هستم که همیشه همه من و شما خواهران و مادران مسلمان را در زیر سایه چادر مادر مؤمنان حضرت عایشه رضی الله عنها، حضرت فاطمه رضی الله عنها، حضرت خدیجه رضی الله عنها و تمام زنانی که خادمین و عالمه و فاضله دین مقدس اسلام بودند، ما و شما را زیر چادر اینها داشته باشد و همچنان به تمام برادران و مردان مسلمان ما غیرت این را الله سبحانه و تعالی بدهد که
به زنان و دختران خود دستور بدهند که حجاب بکنند و در مقابل هر نوع بی‌حجابی و بدحجابی استادگی و مقاومت نشان بدهند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.